بسم الله الرحمن الرحیم یا من هو الا من احبه قریب با نام و یاد خداوند قادر متعال و هستی بخش لا یزال و همچنین عرض درود و سلوات بر پیغمبر مهربانی ها و اهل و بیت متحر ایشان علیه و السلام و همچنین عرض سلام و احترام خدمت یکایک یک شما عزیزان آغاز می کنیم برنامه و وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم از بستر رسانه, جهانی هادی تیوی خداوند متعال شاکر هستم اولا خود بنده که توفیق دارم باز هم از این جایگاه و از این استودیو خدمت شما بزرگواران سلام عرض بکنم و همچنین از جانب همه خدمت خودتان در این شبکه خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنیم و التماس دعای خیر داریم انشاءالله که هر جا که هستید دلتان گرم باشه به نور ایمان و انشاالله که همچنان بیننده برنامه خودتان از شبکه جهانی هادی تیوی باشید چهارشنبه شب دیگر هست و بنده به نیابت از شما بزرگواران توفیق دارم تا میزبان جناب استاد رزوی بزرگوار باشیم ایشان لطف کردن امشب هم در برنامه خودشان حضور یافتن جناب استاد سلام علیکم شب شما بخیر سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله تشکر. استاد پابینندگان عزیز اول پرسی داشته باشین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا رب عرف حجتك و ان لم تعرفنی حجتك ظللت عن دینی عرض سلام و خسته نباشید دارم محضر همه بینندگان عزیز و به خصوص خود شما بسیار لطف کردین امشب هم ما میتوانیم همچنان چهارشنبه شبهای گذشته در خدمت شما باشیم برای خود بنده که بسیار افتخار بزرگی هست که می توانیم از این کلاس درس بهره بگیریم ان که خداوند برکت بده به معارف و به اطلاعاتی که شما در برنامه در اختیار عزیزان قرار میدین استاد همونطوری که عزیزان بیننده شاید تا حال با خبر شده باشن موضوع جدید از این شب در ای برنامه مطرح میشه با عنوان نیابت عامه و خاصه در زمان غیبت کبری. در خدمت شما هستیم و من میخوایم یک سوال به عنوان سوال افتتاحیه و سوال ابتدایی برنامه از خدمت شما عزیز داشته باشم که چه اهمیتی داره استاد در زمان حال ما وقت بگذاریم و در مورد موضوع نیابت آمه و خاصه حضرت صحبت کنیم در خدمت شما هستیم اهمیت بحث را از دیدگاه مختلف بشه مطرح کنیم انشاءالله در خلال بحث خدمت شما و بینندگان عزیز مطالب ارز خواهیم کرد اما در اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که اهمیت بحث در فرهنگ شیعه و مذهب تشیع به اندازه اهمیت بعثت پیغمبر و ارسال رسول و همچنین راهنمایان و حجت الهی یعنی امامان معصوم در زمان غیبت بحث نهابت اهمیت داره برای اینکه ما در زمان غیبت دست ما از حجت الهی کوتاست و بر اساس فرهنگ تشیع و اون چی که ما از دین اسلام برداشت میکنیم و ادله این اقتضا میکنه نیابت عامه و خاصه اگر نیابت خاصه را بتونیم ثابت کنیم به منزله وجود امام در عصر وجود امام علیه و السلام اهمیت داره پس بنابراین به طور خلاصه میتونیم عرض کنیم که اهمیت این بحث نیابت در زمان غیبت حضرت صاحب الاسر و از زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به اندازه اهمیت بحث امامت در زمان حضور امام ارزش داره و شایسته است که در این مورد انسان باید توجه کنه و مطالب را با دقت پیگیری کنه و اثبات کنه استاد پس طبق فرمایشات حضرت عالی بسیار بحث مهمی در پیش رو داریم و می که هم عزیزان بیننده هم بنده با عنوان شاگرد شما به صورت مستقیم در استودیو بسیار با دقت به مطالبی که از حضرت عالی میشنویم بالاخره گوش کنیم و این مطالب شاید حتی نیاز باشه به یادداشت برداری از ما همینجا از عزیزان بیننده میخوایم که اگر کاغذ قلمی در اختیار دارن استفاده بکنن از منابعی که استاد عرض میکنن احادیث و آیاتی که انشالله در مباحث انشالله وارد خواهد شد و حتما در برنامه خودشون به صورت تعاملی شرکت بکنین نمبر مثبت 964 780 255 413 پول ارتباطی مستقیم و 24 ساعته شما با برنامه خودتان در شبکه جانی هادی تیوی هست حتما در برنامه به وقت بیداری هم ما منتظر پیام های بسیار سازنده شما بزرگواران هستیم سوالاتی که از کارشناس محترم داریم در مورد موضوع مطرح شده که موضوع بسیار مهم و بسیار حیاتی هست برای ما از لحاظ اعتقادی حتما با ما به مشارکت بپردازید انشاءالله اطلاعات شما رو ما خواهیم شنید سوالات از کارشناسان و جناب کارشناس محترم استاد زیدی بزرگوار پرسیده خواهد شد و در خلال برنامه از این موضوعات از این مطالب حتما استفاده خواهیم برد جناب استاد در خدمت شما هستیم و میخواهیم انشاءالله وارد بحث شویم قبل از این که همه مطالب را عرض کنیم یک اشاره داشته باشیم به با معنای نیابت نیابت چیه در علم لغت شناسی به معنای کسی که جانشین کسی دیگر میگن نایب و نیابت یعنی نایب بودن از طرف یک کسی دیگر قائم مقام کسی و جانشین کسی دیگر یعنی ما در زمان غیبت فرض میکنیم حضرت حجت ابن الحسن کسی را آمده یا به عنوان کلی یا به عنوان خاص تعیین کرده این آقا مشان نائب از طرف منوب و انهش که حضرت ولی اصر حجت ابن الحسن حجر الله تعالی فرجه و شریف باشه خود حضرت تعیین کردن بستگی داره به نوع تعیین کردن اه. که الان در اقسامش انشالله عرض مکنیم پس بنابراین در اصطلاح دینی کسی که امام زمان به جای خودش معرفی میکنه یا نائب امام زمان البته سابقیشم از زمان شروع غیبت یعنی زمان که حضرت امام زمان در غیبت کبرا رفتند مسئله نیابت مطرح شده منتها به دو نوع ما میتونیم این قضیه را منعکس کنیم و مورد بحث قرار بتیم پس بنابراین با توجه به این نکته میتونیم بگیم نیابت دو قسمه قسم اولش نیابت عام نیابت عام یعنی امام زمان یا ائمه معصومین علیهم السلام برای عصر غیبت یک قانون را یک فرمان را صادر میکنه به عنوان یک قانون کلی و یک ضابطه کلی میگه هر کس داخل این مجموعه داخل این قانون و این ضابطه کلی قرار گرفت میتونه نایب امام زمان باشه یک شرایطی را تعیین کردن یک شرایطی را قرار داده بله یک خصوصیات را قرار داده بالاخره یک برنامه ای را ریخته گفته هر کس داخل این برنامه و این مجموعه باشه این مجموعه برنامه و قوانین باشه میتونه نائب امام زمان در عصر غیبت کبرا یعنی بعد از سال 329 قمری به بعد باشه در زمان غیبت کبرا این یک نوع نیابته نیابت دیگر نیابت خاصه یعنی امام زمان یا یکی از ائمه میایه یک کسی را به عنوان خاص با دستور خاص این نکته را باید کاملا ما توجه داشته باشیم امام زمان یا یکی از ائمه می آیند شخص خاصی را اسم میبره میگه آقای فلانی مثلا در زمان غیبت صغرا خب چهار تا نائب حضرت امام زمان داشتن که انشالله بعد بحث نه به طور کامل انجام بتیم عثمان ابن سعید را معرفی میکنه میگه آقای عثمان ابن سعید چون شما دارای این مشخصه هستی من با این فرمان خاص و نس خاص دستور سره و شما میگم که شما نائب خاص من در زمان غیبت صغرا باشی یا مثلا محمد ابن عثمان فرزندش را یا حسین ابن روح را یا علی ابن محمد سموری را به عنوان خاص میای نائب خودش معرفی میکنه میگه اول آقا شما دستور خاص می اینه خیلی باید دقت کنیم چون از الان اگر بحث مشخص نباشه تا آخر بحث متاسفانه بحث مشخص بشه. با فرمان خاص با دستور خاص با مشخص کردن یک نفر خاص امام زمان یا یک از امامان میاد در زمان غیبت کبرا شخصی را معرفی میکنه میگه شما در اموری که محول شده بود به امام زمان و ائمه معصومین نیابت داری پس اون کارهایی را که در زمان حضور امام انجام میداد شما باید انجام بودید پس به طور خلاصه تکرار برای روشن شدن مبحث اینه که ما دو نوع نیابت داریم نیابت عامه داریم به عنوان یک قانون کلی و یک دستور کلی امام زمان یا یک از ائمه یا ادله را که بعد میگیم اینها کسی را به عنوان ضابطه کلی معرفی میکنه میگه هر کس مصداق این قانون قرار گرفت این میشه نائب و این میشه نیابت عامه یعنی خصوصیت نداره هر کسی میتونه داخل این مجموعه و این قانون و این فرمان قرار بگیره اما نیابت خاصه اینه که نص صریح دستور خصوصی و فرمان خصوصی برای یک نفر صادر شود بگه آقای فلانی یا برای چند نفر فرقی نمکنه مونتا باید نص خاص باشه دستور صریح باشه و دستور به فرد مشخص باشه بگه شما به عنوان نایب خاص من از طرف من در زمان غیبت کبرا وکیل و جانشین و قائم مقام من هستی در انجام امور محوله برای من امام ای فرق بین نیابت عامه و نیابت خاصه است که در اونجا یک قانون کلی مطرح میشه اما در اینجا فرمان خاص و دستور خاص مطرح میشه همانطور که در زمان غیبت صغرا برای اشخاص مشخص دستور صادر میشد پس اگر کسی همچی دستور را از طرف امام زمان نداشته باشه و فرمان خاصی نداشته باشه ما نمیتونیم او رو بگیم نائب خاص امام زمان و اگر که انشاءالله بعد مطرح میکنیم و اگر از روایات برداشت کنه که اونها به عنوان ضابطه کلی نیابت را مطرح کرده اینجا ما نمیتونیم این شخص رو بگیم که ای آقا نائب خاص امام زمان بسیار تشکر اصلا اگر موافق باشید در مورد نیابت عامه و خصوصیاتش و در واقع بحث های پیرامونی نیابت عامه برای یکی وارد مطلب دوم بشیم از شما چیزهایی داشته باشیم اما قبل از اون ما از شما اجازه میخواییم یک فرصت بسیار اندک بتیم چند تن از بزرگواران با برنامه خودشان در ارتباط بدن وظیفه بنده هست که نامی بزرگواران و شماره ایشان در برنامه عنوان کنیم ازشان تشکری داشته باشیم و در خدمت شما خواهیم بفرمایید بینندگان عزیز بزرگوارانی با برنامه خودشان در ارتباط شدند و در واقع آنچه که ما از شما در ابتدای برنامه امشب خواستیم این بزرگواران قبلا در برنامه های گذشته بالاخره انجام دادن و ما بسیار تشکر میکنیم از این بزرگواران از این عزیزانی که برنامه خودشان مورد اعتماد خودشان پنداشتند و سوالاتی که داشتن از برنامه پرسان کردند. مثبت 93 79 شماره آخر 24 71 هموطن عزیز ما از کشور عزیز ما افغانستان سوال شری داشتن که در زمان پخش برنامه مخصوص احکام به این سوال جواب داده خواهد شد همچنین برادر یا خواهر عزیز ما مثبت 93 79 چهار شماره آخر 24, از کشور عزیز ما افغانستان در باره ارث سوالاتی داشتن که حتما کاشناس احکام ما قول دادن که در خصوصیشان و همچنین در خلال برنامه احکام به این سوال جواب خواهند داد و نهایتا بزرگوار ما با نمبر مثبت 93 هفتاده هست آخر 67 بیست سوالی در مورد نظر داشتن که به خصوصیشان جواب داده شده است از همین لحظه ما منتظر پیام ما بزرگواران هستیم در مورد بحث برنامه امشب نیابت عامه و خاصه در زمان غیبت کبرا جناب استاد خدمت شما بله ما ان در خلال مباحثی که از امشب آغاز میکنیم تا بحث های آینده اول اشاره داریم به مطالب راجع به نیابت عامه نیابت عامه یک بحث بسیار مهم و دارای اهمیته. است که ما در ابتدای برنامه در پاسخ فرمای شما عرض کردیم اهمیت نیابت عامه از این جهت که خداوند متعال انسانها را ملزم کرده به تکلیف تکلیف و دوش انسانها گذاشته که شما باید اعمال خودتان را چی در امور فردی مثل نماز، روزه و فروعات دین به جا بیارید در امور اجتماعی خب برخورد مناسب با دیگران برنامه های اخلاقی و اون چیزی که مربوط به مدنیت انسانها در اجتماع بشه چون انسان موجود اجتماعی دین تکالف خاص را آمده در موضوعات اجتماعی برای انسان بیان کرده تا هر کس در اون محدوده برنامه های اجتماعی خودش در دامنه اجتماع قدم بگذره و به مردم مراوده داشته باشه همانطور که نسبت به امور فرهنگی امور سیاسی، امور نظامی، دین تکلیف تعیین کرده قانون برنامه ریخته فرمان داده شما در این مورد باید حتما به این ضابطه ها و قانون ها عملی کنید و اونها را پجاب بیارید لذا شک نیست که خداوند متعال و دین مقدس اسلام برای همه انسان ها تکلیف گذاشته اگر تکلیف گذاشته اگر ما بگیم نائبه بعد از زمان حضور امام قائم مقام و جانشین امام قرار نداره هیچی بالاخره این تکالیف همیتوری ملغا بشه و از بین میره و ای در حقیقت نقض غرض مولاست خدای حکیم به عنوان حکمتی که در وجود مقدسش هست انسانها را به تکالیف و مراوده های مختلف و قانون های مختلف و رابطه مشخص آمده مکلف کرده حالا ما میگیم اینها در زمان پیغمبر بود شک نیست پیغمبر آمد به عنوان راهنما اینها رو برای مردم بیان کرد بعد از اینکه پیغمبر خدا از دنیا رحلت فرمودن خب ائمه معصومین به عنوان راهنمای دین آمد این تکالیف را با خصوصیات خودش برای انسانها بیان کرد و قرآن را تفسیر کرد و مطالب را که راجع به زندگی انسانها بود برای اینها آموخت تا زمانی که ائمه وجود داشت اینها احکام را برنامه ها را تکالیف را برای انسانها بیان میکرد اما زمانی که غیبت کبرا پیش آمد دست انسان ها از حجت الهی و معصوم کوتاه شد حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرج و شریف در پشت ابرهای غیبت فرو رفت دست انسان ها از امام معصوم کوتاه شد حالا اگر اون تکالف الالعبد برای انسان ها نازل شده و خداوند تکلیف را از زمانی که انسان آمده تا زمان قیامت و زمان فوت انسان ها به دوشش گذاشته خب این تکالیف را کی برای ما بیان کند؟ باید یک کسی باشه به عنوان جانشین امام مقام امام با اطلاع از دانش و اون چیزی که امام او را مشخص میکنه با برداشت از دستورات امام این احکام را برای انسانها بیان کنه و او کسی نیست غیر از اون نایب عام امام که به عنوان کلی بر اساس اون فرمان امام ای آقا نیابت امام زمان را عهده داره حالا ما میگیم اگر نباشه اگر این شخص نباشه یعنی امام نیابت عامه را در زمان غیبت خودش به عنوان یک ستون مستحکم دین معرفی نکنه اینجا نقص غرض پیش میه نقص غرض به تعبیر حکما مخالف حکمت الهی و قبیحه و در حق خداوند متعال هیچگاه قباحت راه نداره پس بنابراین حتما باید خداوند بر اساس یک قانون کلی پیغمبر را برای راهنمایی انسان معرفی کنه تا انسان راهنما کنه قانونش قرآن باشه و هایش در این قرآن بیان شده باشه بعد از زمان پیغمبر امام معصوم باید باشه تا که امام معصوم هست تا زمان ورود غیبت کبرا الان که دست ما از امام کوتاه اگر نایب امام زمان نباشه بالاخره اون تکالیفی که خداوند متعال ملزم کرده بود که انسانها ها اینا بجا بیاره دیگه همینطوری کسات بمانه بازار دین در حقیقت چی میشه کسات برمیداره بازار دین اگر کسات برداره این در حقیقت نقض غرض مولا و اون چیزی است که مقصد خداوند متعال از بالاخره وجود انسان در این جهان خاکی بوده وجود انسان را آفریده تا به تعالی برسه به رشد برسه تا تکالیف را رو بارش را رو بجا بیاره و اون امتحانات الهی را در حقیقت از عهده خودش برداره بالاخره برنامه های ای امتحان را کی باید بیان کنه او کسی غیر از نائب عام امام زمان و ائمه در عصر غیبت کبرا نمیتونه باشه اگر ما بیایم نفی کنیم بگیم اصلا لزومی نداره نیابت عامه در حقیقت یک پارادوکس بسیار روشن و یک تناقض بسیار روشن از نظر دینی و فرهنگ دینی پیش میه تناقض به این کیفیت که خدا تکلیف کرده مردم رو حالا که مردم هست باید قانون داشته باشه باید معین کنه کسی رهبری راهنمای این قوانین را ما میگیم نه این راهنما نیست خب پس بنابراین تکلیف از بین مرد در نتیجه اگر تکلیف از بین رفت غرض مولا از بین مره غرض خداوند از بین مره غرض ائمه از بین مره غرض پیغمبر که رساندن انسان به کمال باشه از بین مره لذا به خاطر این مطلب ما پی میبریم که اهمیت نیابت عامه یکی از چیزهایی است که مطلوب دین اسلام مطلوب خداوند متعال مطلوب پیغمبره و مطلوب ائمه طاهرین در عصر غیبت کبرای پس کسی به عنوان یک معیار کلی باید مشخص شده باشه تا راهنمایی کنه انسان را به اون قوانینی که خداوند برای انسان فرستاده قوانین الهی را تفسیر کنه قوانین الهی را بیان کنه مشخصات این قوانین را بگه محدوده هایش را برای انسان کاملا باز کنه و او کسی نیست جز نائب عام در عصر غیبت کبرا و این اهمیت نیابت عامه را در زمان غیبت کبرا میرسانه برخلاف اونش که بعضی ها میکنن مثلاً نیاز به این نائب نیست خب اگر نیاز به این نائب نیست پس بنابراین نیاز به شریعت هم نباید باشه نیاز به با دین هم نباید باشه نیاز به قرآن هم نباید باشه نیاز به ائمه و راهنما هم نباید باشه و نیاز پیغمبر هم نباشه در حالی که این برخلاف اون چیزی است که ما در طول تاریخ عینا از ادیان الهی میبینیم کتاب آمده پیغمبر آمده امام و مفسر آمده قانون آمده حالا ما ماندیم در عصر غیبت کبرا خب چیکار کنیم کی باید باشه او کسی که دانش علم الهی در نزدش هست و او کس جز نائبان عامه ائمه معصومین کس دیگر نمیتونه باشه استاد اجمد در واقع از فرمایشات اخیر شما به این یک نتیجه ساده میرسیم این نتیجه ای است که اگر ما به نواب عامه که شرایط و ویژگی هایی که حضرات گفتند دارند ما به اونها مراجعه کنیم در واقع ما ارتباطمون با امام همچنان داریم همچنان ارتباط برقرار هست و همچنان ما از همان بحث خورشید پشت ابر امام در حالی استفاده میکنیم که داریم به نایب عامه حضرت که دارای همان ویژگی ها همان شرایطی که حضرات گفتند هستند ما به آنها مراجعه میکنیم از نورانیت از فیوزات اینها بالاخره بهرمند میشیم و در واقع همچنان راه هدایت باز است و در واقع ما شاید ظاهرا دسترسی به امام نداریم ولی در واقع ما همچنان امام بالای سر ماست و همچنان این نواب عامه هستن که راهگوش های مردم هستن درست میگم؟ حالا ما یک تصیح در عبارت من. شما داشته باشیم اینجا نمیگیم ما مثلا ارتباط با امام داریم چون ارتباط من. با امام کلا مقتوع است مگر برای کسانی که اینا دارای خصوصیاتی باشه که بالاخره ارتباط خاص با حضرت صاحب زمان داشته باشه ده. ما میگیم گسست در قانون دین پیش نمیاد اگر نایب عامه باشه, باشه. گسستی در برنامه های دینی در تکالیف در انجام تکالیف در برنامه های تعبدی و عبادی فرهنگی اجتماعی سیاسی و خصوصیات دیگری که در دین لازم هست پیش نمیاد یعنی نایب عامه میاد در حقیقت اون احکام دینی رو وصل میکنه به اون قانون کلی که خداوند در دین خودش بیان کرده و با توسط ائمه اطهار و پیامبران الهی اون برای مردم در اختیار انسان ها قرار داده این گسست رو نایب عامه در حقیقت به طرف نکنه بسیار تشکر استاد اجازه میتین یک میان برنامه عزیزان همکار ما در اتاق فرمان آماده کردن با هم ببینیم و بشنویم و باز باز میگردیم در خدمت بفرمایید بسیار کوتاه از شما دور میشیم و خیلی زود برمیگردیم خدمت شما بزرگواران با برنامه به وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم از رسانه جهانی هادی تیوی برای عدالت می نویسم نوشته می کنم برای روزهایی که اثر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز و نسیم شادی بخش شاپرک ها برای دلخوشی شمع ها باشد به با امید روزی که یک بار دیگر صدای دلنشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید با امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان حیبن خورند دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن تن کند و پروانه ها تمام کوش باغ ها را با بال های طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می شود هزار اینه می به هر جا می نهی پا را همین قدر است و می هوایی کرده ای ما را میان چشم پای دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را یا صاحب الزمان آقای مهربان هزار و این همه سال است که خندها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ایرانی های تمدن جاهلیت امروز در احتزاز موز. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانهای فراق را ندارند جان میکنند دریاها در رکودی و وسعتیت باور می میرند و از دل دریاها مردان ها جان و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می و فریاد ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار مولای سبز پوش من مولای سبز پوش من ای منجی بزرگ تجیل کن کتاب ندارم در انتظار همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و احترام مجدد خدمت یکایک شما عزیزان خدا خیرتان بده که همچنان در بخش دوم برنامه دنبال کننده ما هستید و امیدواریم در بخش دوم هم همچنان بتوانیم در این خدمت گذاری موفق و سربلند باشیم در بخش دوم برنامه امشب همچنان در محضر استاد رزوی بزرگوار کارشناس معارف دینی هستیم و بحث امشب ما که امشب به صورت جدی و جدید واردیم بحث شدیم بحث نیابت عامه و خاصه در زمان غیبت کبرا از نظر استاد استفاده میکنیم و در بخش اول بسیار مفید بود برای بنده همچنان که برای عزیزان بزرگوار هم مفید بوده باشه و انشالله که بتونیم در پایان برنامه با دست پر با هم دیگر انشالله خداحافظی کنیم استاد عزیز مجددا سلام عرض میکنم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز استاد اگر اجازه بتین در همین ابتدا من پخش مجدد برنامه که ما بالاخره در ساعت 8 شب به صورت زنده در خدمت بزرگواران هستیم در طول روز ما در یک تایم برنامه تکرار میشه حالا غیر از فضای مجازی که ایزان حتما دنبال میکنن ما ای دو عنوان اعلام بکنم ما دو برنامه زنده در طول 24 ساعت داریم و ایزان همکار ما از ما خواستن که حتما این را در برنامه اعلام بکنیم حتما ایزان برنامه ریزی بکنم و برنامه خودشانه در ساعت های مشخص شده چه به صورت زنده و چه در تکرارها حتما ببینن بفهم. پخش زنده برنامه روشنا ساعت یک بعد از ظهر و بازپخش آن ساعت 9 دقیقه همان شب هست و برنامه به وقتی بیداری که همکنون به سمون نظر شما ایزان میرسه پخش ساعت 8 شب است پخش زندهش و تکرار مجددش ساعت 2 دقیقه روز بعد در خدمت شما هست بسید بحث نیابت عامه را داشتیم محضر شما و بینندگان عزیز عرض کردیم چون بحث یک مقدار تخصصیه و بنده تلاش میکنم انشالله در قالب بسیار الفاظ روشن بیان بکنم باید ببینیم چه دلیل در زمان غیبت کبرا برای نیابت عامه وجود داره ما اگر دنبال مطالبه دلیل باشیم خب دلیل ما یا آیات الهی یا روایات است یا حکم عقل در کلام بیشتر چون علم عقلی هست وارد حیطه عقلی مطلب شدن و در علم کلام وقتی ما مراجعه میکنیم برای اثبات نیابت عامه ناگذیریم اون چیزی را که در اون علم بحث شده مقدار اشاره کنیم یکی از راه را که برای نیابت آمما ما میتونیم تصویر کنیم به عنوان یک دلیل بسیار بسیار زیبا و قشنگ که هر عاقل وقتی در عقل خودش مراجعه میکنه میتونه از این پیام دریافت کنه مسئله قاعده لطف یک قاعده داریم ما در علم کلام به عنوان قانون لطف قانون لطف اینه که وقتی ما خدای متعال را میبینیم اسمش هست لطیف لطیف یعنی کسی که نسبت به اشخاص دیگر لطف داره مهربانی داره نسبت به او توجه میکنه خداوند متعال را از این جهت که بالاخره دارای لطف نسبت به بندگان هست میگن لطیف و یکی از اسماع الهی هم لطفه از این اسم خدای متعال علمای علم کلام آمدن یک قانون را در آوردن به عنوان قانون لطف یا قاعده لطف قاعده لطف اینه که خداوند هر چیزی را که انسان را به کمال برسانه هر چیزی که انسان را به سعادت برسانه هر چیزی که او را در دنیا و آخرت اسباب خوشبختیش را فراهم کنه خدا باید اون کار را انجام بده به تعبیر دیگر بر خدای متعال واجب اسباب لطف را برای انسان ها مشخص کنه و بیان کنه چون خدا مهربان نسبت به انسان ها مهربانیش اینه که راه های سعادت را برایش راهنمایی کنه راه های را که زشت زلالت گمراهی بدی برای انسان ها اونها رو از جلو پای انسان ها برداره و بگه این راه راه گمراهی در این راه نرو این مفاد قاعده لطفه تقریبا تمام علمای عدلیه و تعبیر امامیه و همچین فرقه های از اهل سنت به نام معتزله این قانون لطف را قبول داره که خداوند برش واجب هر چیزی را که اسباب سعادت انسان باشه برایش بیان کنه ببینید به عنوان مثال آقای شهرستانی عبدالکریم شهرستانی که کتاب مل... ملل و نحل را در مورد ادیان و فرق و مذاهب نوشته در اونجا قانون لطف را بسیار زیبا آمده ترسیم کرده مگه اتکالیف ات کلها التاف هرچی از طرف خدا آمده لطف برای از طرف خدا برای انسان ها مصداقش رو مشخص میکنه میگه بعثت الانبیاء و شرع و شرایع دو تا مصداق لطف اینه که خداوند متعال آمده انبیا را برای راهنمایی انسان فرستاده خب اگر انبیا نمی بود اگر انبیا نمی بود اگر پیامبران ارسال نمی شود خب انسان ها در این دنیای ظلمات با جل سر کار داشت با فساد سر کار داشت با گمراهی های مختلف سر و داشت راه را از چاه تشخیص نمیداد و در کمال زلالت و فساد دنیای پر از ظلمات به سر می برد پس پیغمبر آمده تا انسان را بسوی سوی شاه سعادت هدایت کنه راهنمایی کنه امام هم توری و شرع و شرایع ایشان میگه شرع و شرایع یعنی فرستادن قانون فرستادن دین همه اینها سبب میشه که خداوند به خاطر لطفش اینها را برای انسانها بفرسته و تمهید الاحکام میگه همچین وقت احکام را برای انسانها فراهم میکنه ای خودش یک لطفی از طرف خداوند تا انسان به راههای خوب کشانده شوه به راههای خوب بره و از راههای دور از راههای زشت از راههای بد دوری کنه و تنبیه علی طریق الاسواب میگه راهنمایی کردن در راههایی که ثواب تر است یکی از لطفهای الهیه که برای بنده باید چیکار کنه اینو مشخص کنه برای انسانها اینا بفرسته و بیان کنه میگه کلها الطاف همه اینها را که ما بیان کردیم میگه لطفهایی که از طرف خداوند متعال برای انسان باید صورت بگیره حالا با این اساس ما میاییم این فرع قرار میتیم اصل قرار میتیم برای یک فرع دیگر که اون نیابت عامه در زمان غیبت کبراست اگر نایب عام امام زمان نباشه اون که قبلا گفتیم تا ما را راهنمایی کنه به اون راه های سعادت و راه های کمال احکام را برای ما بیان کنه برنامه های پیغمبر را برای ما تفسیر کنه و تبیین کنه و از قوانین الهی از اح... برنامه های الهی قانون برای ما در بیاره احکام را بیان کنه اخلاقیات را بیان کنه قرآن را تفسیر کنه قرآن را اون مطالبی که مربوط به ای هست بیان کنه و چیزهای جدید را که در عصر فعلی ما وجود داره مثل احکام فضا فرض بفرمایید احکام تشریح فرض بفرمایید مسائل طبی خب مسائل اقتصادی بانک ربا و امثال اینها اگر نایب عام نباشه اون کسی که آگاهی و اطلاع داره از احکام الهی که اینها رو برای ما بیان مکنه هیچ کس نیست دیگه پس بنابراین این قاعده لطف و قانون لطف اقتضا میکنه که امام یک نائب عام برای خودش در زمان غیبت کبرا مشخص کنه بگه آقا شما با این میزان و با این قانون که در این چهار قرار گرفتی نائب ما هستی و وکیل ما هستی تا احکام را برای انسان ها بیان کنه اصلا تنها مرجع موثق برای پاسخگویی به مسائل, مسائل روز مسائل روز و مسائل مبتلا به ده. انسان ها چیزایی که انسان با او سر و کار دارد اگر نائب نباشه اگر اون و فقه نباشه اگر نایب عام نباشه اینها را کسی نمیتونه از احکام الهی به دست بیاره از روایات به دست بیاره از آیات الهی به دست بیاره خب قرآن عظیم و یک نصی داره یک ظاهری داره یک بتون خاصی داره که حتی در بعضی روایات داریم چل تا بطن برای قرآن وجود داره یعنی پرده پس پرده پرده پس پرده پرده پس پرده ما بتونیم از, اح... از قرآن استفاده کنیم باید احادیث رو در کنار اینها بگذاریم انواع حدیث حدیث سقه هست حدیث حسن حدیث ضعیف صحیح بالاخره صحیح نیست ما با کدام حدیث میتونیم قرآن را اون عموماتش را بیاییم فرق قرار بتیم و استنباط کنیم برای مردم بیان کنیم همه که نمیتونه از قرآن استفاده کنه باید یک متخصص فن باشه و او جز فقیه عالم عادل نائب امام زمان که به عنوان یک نائب کلی و نائب عام آمده جانشین امام زمان شده کسی دیگه نمیتونه باشه ببینید نتیجه ای قایده لطف ایمشه که ما میگیم چون خداوند رعفت داره لطیف هست لطف داره مهربان هست برای انسانها راهنمایی قانون فرستاده از طریق بالا ما میایم استنباط میکنیم میگیم چون خدا این طوری هست باید یک کسی به عنوان نایب باشه در زمان غیبت و این سفارش را خداوند متعال برای پیغمبر برای ائمه بکنه که شما با یک عنوان کلی بیا نایب برای خودش در خود در زمان غیبت داشته باشه ببینید ما از کجا شروع کردیم از طرف خداوند متعال آمدیم به طرف بنده گفتیم بنده نیاز به چی داره نیاز به راهنما داره و او نایب عامه با تعبیر تخصصی ما از قانون لم آمدیم استفاده کردیم و اثبات کردیم نیابت عامه امام زمان را در عصر غیبت که یکی از قوانین بسیار بسیار مسجل و مسلمه یعنی از علت از علت الالل خدای متعال ما آمدیم پایین همینطوری به ترتیب تا انسان رسیدیم و از این استفاده کردیم که انسان خدا باید برای انسان قانون بفرسته قانون مفسرش نایب عامه هست و این قانون لطفی یکی از چیزهایی است که همه علما اینه قبول داره یعنی هیچ کسی غیر از اشاعره بسا این مطلب را قبول بسا رد نکرده همونطوری که خب مثلا عبدالکریم شهرستانی خودش یکی از شافعیون و از معتزلیون هست و آمده این قانون را با این کیفیت آمده بیان کرده پس عقل انسان میگه با این کیفیت در زمان غیبت کبرا باید امام زمان یک نایب عام داشته باشد تا انسانها را چکار کنه؟ راهنمایی کنم حالا اگر از این طرف هم ما شروع کنیم یعنی از طرف انسان هم شروع کنیم به عبارت دیگر اگر ما یک برهان اینی اقامه کنیم یعنی از معلول که انسان هست به سوی خداوند متعال یک قانونی درست کنیم از این هم ما میتونیم استفاده کنیم که بله نیابت عامه لازمه چرا به خاطر اینکه که انسان در عصر غیبت نیاز به راهنما داره نیاز به حکومت داره نیاز به فقه داره نیاز به قانون داره نیاز به خیلی چیزهای دیگر داره که در زندگی او در تمام ابعادش لازم است از انسان شروع میکنیم میگیم چون انسان نیازمند هست باید این نیاز را خدا تأمین کنه واجب بر خداوند متعال واجب بر ائمه معصومین واجب بر پیغمبر تا یک زمانی که اگر غیبت کبرا صورت گرفت یک معیار کلی برای بالاخره مراجعه به شخصی برای ما بیان بکنه و او نایب عام کس دیگر نمیتونه باشه ببینید مرحوم خاج نسیر دین توسی در کتاب تجرید خودش یک دلیل بسیار مختصری میاره و اینه در حقیقت مثبت امامت و نبوت قرار میده در مورد ای قانون میگه و دلیل الوجوب یعت العمومیه یعنی اون چیزی که سبب وجوب بعثت پیغمبرا هست سبب نزول ائمه هست سبب تثبیت ائمه هست و سبب میشه که ائمه باید در جامعه باشه این میگه یعت عمومیه قانونی که در مورد پیغمبر هست در مورد ائمه هم صادقه این قانون در مورد نایب عام هم صادقه یعنی همون دلیل هایی که اقتضا کرد پیغمبر در جامعه باشه امام در جامعه باشه ما از این دو تا قانون میتونیم استفاده کنیم که بله در زمان غیبت کبرا هم حتما باید یک نائب باشه تا اون مشخصات امام را برنامه های امام را راهنمایی های امام را و قانون دین را برای ما بیان کنه و او کسی جز امام معصوم او چیز کسی جز نائب امام معصوم و نائب عام امام معصوم کسی دیگر نمیتونه باشه این راهیه که در حقیقت علمای علم کلام ما رفتن و یکی از راه هاست یکی از دلیل هاست برای اثبات نیابت عامه در زمان غیبت کبرا و زمان که حضرت معصوم اونجا حضور نداره بسیار تشکر ما کمتر از سه دقیقه در این برنامه همچنان فرصت داریم تا از محضر شما استفاده بکنیم استاد و انشالله به دلایل دیگر ادله دیگر نیابت آمه هم انشالله خواهیم رسید شاید شاید هم موکول شود به برنامه بعد در خدمت شما هست. بله خدمتتون تا عرض کنم که حالا بنده در همین مدت سه دقیقه میخوایم یک اشاره به آیات کنم حتما منطقه با یک پیش فرز. پیش فرض اینه که باید حتما در آیات توجه به اهداف ارسال پیغمبرا بکنیم مثلا آیات الهی میگه پیغمبر در جامعه باید باشه شریعت باید باشه قانون باید باشه با این فرض وقتی ما به اکثر آیات قرآن مراجعه میکنیم اینها اثبات نیابت عامه هم میکنن یکی از آیات اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم در نساء 59 خداوند متعال میفرماید شما حتما باید از پیغمبر و اول الامر اینها اطاعت کنید همونطور که از خداوند متعال اطاعت میکنید خب حالا این معیار برای چیه برای اینه که اینها آمدن قانون برای ما آوردن اینها آمدن راههای سعادت را راههای کمال را برای ما آموختن و یاد دادن خب این راه های سعادت که منحصر به زمان حضور پیغمبر نیست تا در طول مثلا از زمان بعثت پیغمبر تا زمان رحلت حضرت خاتم النبی این قانون لازم باشه و بعدش لازم نباشه یا مثلا بعد از رحلت حضرت پیغمبر تا زمان غیبت کبرا و امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این قانون لازم باشه اما بعدش لازم نباشه شرع محمدین مستمرون الی یوم القیامه دین پیغمبر استمرار داره و این استمرار لازمش اینه که در زمان غیبت کبرا هم یک نائب و یک راهنما و یک قانونگذار و مبین قانون داشته باشه و او کسی جز نائب آمن است اگر با این شم برداشت از آیات, به آیات الهی و قرآن کریم مراجعه بکنیم آیات زیاد هست که از اینها ما میتونیم اثبات بکنیم برنامه نیابت عامه در عصر خیبت کبرا را استاد دق... دقیقه پایانی برنامه که فرصت داریم از شما استفاده بکنیم دعای بفرمایید ایام ایام بسیار ارزشمندی هست موضوع هم موضوع بسیار درجه که هست و از بینندگان عزیز ما میخواییم در همین پایان قسمت اول موضوع نیابت آمه و خاصه که این برنامه را حتما به بزرگواران و عزیزان خودتان پیشنهاد بتین که در فضای مجازی دنبال کنند در پخش مجدد که عنوان کردیم ساعت 10.45 و دقیقه فردای پخش زنده شما میتونید برنامه را به صورت تکرار از همین شبکه دریافت کنید حتما این برنامه را دنبال بکنید ما آیه 59 سوره نسار کار کردیم خدا خیرتون بده ما جلسه بعد حتما باید با قرآن بیاییم استاد ان شاء الله ان دعای بفهمی. ما دعای ما مفاد همون دعای عرفان است که میگه خدای همون طوری که تو خودت رو به ما میشناسی میشناسانی و پیغمبرانت رو به ما میشناسانی حجت الهی را هم برای ما اون طوری که واقعیت داره بشناسان و در زمان غیبت کبرا اون نواب عامش را هم بار ها همینطوری که خود امام را برای ما میشین نسانی بشناسان و الا راه های گمراهی برای ما باز بشه و خداوند ما را از گمراهی ها حفظ کنند الهی آمین بسیار تشکر است سلامت باشید در لحظات پایانی برنامه از شما عزیزان باز هم تشکر میکنیم امیدواریم تا در برنامه های بعدی هم همچنان توفیق خدمتگذاری شما عزیزان نصیب بنده و همکاران هم شود هم می شود و پایان میبریم با دعای همیشگی اللهم ان هذا منک و من رسولک و من حجتک <applause>